در فرانسه شهرداری ها در کنار خدمات عادی خود خدمات فرهنگی را در برنامه کارشان دارند. به همت شهرداری بولوین و مرکز فرهنگی لاندوفسکی نمایشگاهی درباره رومی شنایدر در جریان است، زنی که زمان هرگز نتوانست چهره او را با گذشت خود تغییر بدهد. 34 مؤسسه خبری، تلویزیونی، گالری و کلکسیونرها برای به ثمر رساندن این نمایشگاه همکاری کردند تا برای مثال لباس و جواهراتی را که رومی شنایدر در فیلم‌ها با خود حمل کرد بازدید کنندگان کنجکاو این جزئیات را بتوانند دنبال کنند. در ابتدا شارلوت تروگان درباره این نمایشگاه می‌گوید: می‌خواهیم رومی شنایدر در حافظه فرهنگ سینما و آنچه که انجام داده و بوده زنده نگه داشته شود. اینکه او بازیگر سینما چه نقشی در جامعه زمان خودش داشت. هنوز هم دختران جوان او را در بسیاری از زمینه‌ها الگوی خود می‌دانند. کنجکاوی علاقمندانش برای این بود که او زندگیش و فعالیت هنریش در موازات یکدیگر حرکت می‌کردند. رومی شنایدر اگر بازیگر سینما بود، اما چهره و شخصیتش سمبل زنی بود که در زندگی خصوصی و در جامعه روال متفاوتی را عرضه کرد. او در برابر نابرابری ها خشونت پنهانیش را با مهربانی بیان می کرد. کلود سوته، کارگردان سرشناس، به دنبال مرگ رومی شنایدر گفت او یک ستاره بود. رومی شنایدر در فیلم‌های ویسکونتی، اورسن ولز، اوتو پرمینگر و ده‌ها کارگردان سرشناس بین‌المللی و فرانسوی بازی کرد. رومی شنایدر 6 ماه بعد از آنکه هیتلر اتریش را فتح کرد، در این کشور در سال 1938 متولد شد. در جوانی به فرانسه آمد و خیلی زود محبوب‌ترین هنرپیشه سینمای فرانسه شد. مرگ رومی شنایدر هم به فیلمی شباهت داشت که بازیگر حقیقیش خود او بود. 29 می 1982 جسد او را در آپارتمان محله 7 پاریس در حال نوشتن نامه نیمه تمام در پشت میز کارش یافتند و قاضی در همان روز اجازه کالبد شکافی را نداد و گفت اجازه بدهید راز مرگ رومی شنایدر تنها برای خود او محفوظ بماند. صدای رومی شنایدر در یکی از فیلم‌های زیبایش شگفتی‌های زندگی. Ce soir nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre le soleil. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.